اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم تا تا عباداتتون قبول نماز و عرض ارادتتون به دستگاه حضرت حق مورد تایید ان شاء الله قرار گرفته باشه و ممنونیم که بارو رو هم از دعای خیرتون فراموش نمیفرمایید وجود نازنین آقا رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند سه فایده برای ما دارد درود فرستادن بر ایشان سلوات شمار مایه استجابت دعا رضایت و خوشنودی پروردگار و پاکیزگی اعمالتان را دارد به روح بلند آقا رسول الله و فرزندان گرانقدرش درود و برکات اون رو نسال میکنیم اللهم صلی علی محمد و محمد و عجل فرجان خب در این روز عزیز و در این ساعت در خدمت برادر بزرگتر هم حضرت حجت شیخ مجتبای رعوفی و پیرامون مبحث معاد کماکان داریم صحبت میکنیم که تمام ترس ما عدم علم ما نسبت به این موضوعه که هم مهم است جزء اصول دین ماست ما و هم میشود آسان دید و آسان از کنارش رد شد به شرطها و ها، و شرطش اینه که اطاعت کامل و مطلقه از حضرات معصومین و پذیرش ولایت رو داشته باشیم که در پرتوش خیلی چیزها وارد مکتب و مفهوم دینی و آموزه های ما خواهد شد اجازه بدین سلام کنیم و وارد گفتمان امروزمون بشیم سلام دارید و علیکم سلام خیلی خوش آمدین تاعت شما هم قبول باشید بنده هم عرض سلام و عرض و احترام دارم خدمت شما دوست عزیزم بینندگان محترم شبکه جهانی به عباس علیه السلام در خدمت شما هست. خدا خیرتون بده سلاماتش. ما کماکان پیرامون معاد داریم خلاصه با هم دیگه گفتگو میکنیم و بینندگان هم این بخش رو دنبال میکنن به کجای صحرای محشر مورد میبریم هنوز به جو وارد نشدیم <تصف> هنوز در در قید حیاتی هنوز قید حیاتی هنوز توی دنیا با داریم جناب اسرائیل باید رفاقت کرد هنوز با اسرافیل کار داریم جناب اسرائیل با اینکه حضرتش روزانه پنج مرتبه طبق روایات به اون سر میزنه ما خب شاید این سوالات همین قشنگ بود که این مبحث این مطلبی که میخوام اول, اول کار عرض بکنم خواستم خدمت دوستان و بینند دو آخر عرض عرض بکنم اما شاید حکمتی بوده که همین اول گفته بشه که ما از جناب اسرائیل فقط صرف قبض روح کردنش میدانی و ترس در وجودمون هست حالا نسبت به اینکه چگونه برخورد خواهد کرد با من نوعی اما که عزرتش... به خود ما داره بله 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 به هم رفت اعمال خودمون اما روایاتی که رسیده اینه که حضرتش روز پنج مرتبه به ما سر میزنه اینه که قدیمی ها میگن مثلا پشتم لرزید یه هم میخورن ازرایل از پشتم رد شد درسته؟ من روایت محکمی من ندیدم شاید باشه و شاید در آینده ارز بکنم که مثلا روایتی دیده شد تو این وادی اما منم شنیدم این مطلبی که میگن یک تو اون حین نماز خوندن یا تو اون حین بعضی موقع داریم کار خیلی انجام میدیم کار خوبی انجام میدیم یک لرزش به بدن میفته بعضی, بعضی افراد گفتن که اون تذکر است اون تلنگر است که من حواسم بهت هست و هنوز موعدش نشده و حالا داستانی رسید که قبل از هر زم از بکنم که اینا به شعر در آوردن این داستان که شخصی محضر مبارک حضرت سلیمان نبی رسید پیغمبر خدا دید که ترسی تو وجودشه گفت چی شده مثلا جوان این شخص گفت که الان جناب از رو دیدم و خیلی با سبک خاصی داشت به من نگاه میکن. و من از شما میخوام که منو از این شهر دور بکنید حالا باد سبایی و هندوستان و شعری هم, هم, گفته شده خوله این که بعد از مدتی بار آمی داشت حضرت سلیمان و همه جمع شده بودن و ازرائیل هم تشریف بودن حضرتش سوال کرد که چرا این گونه به این شخص نگاه کردی؟ گفت من از روی تعجب نگاه کردم که موعد مرگ این جوان رسیده بود و این جوان باید در هندوستان قبض روح میشد ولی من تعجب نیا که چرا اینجاست و شما لط کردی خودش خواست فرستادیش هندوستان و من رفتم اونجا قبض روحش کردم چون توی نامه یه زندگی این شخصش نوشته شده بود که قبض روح در هندوستان سال به شعر در آردن حکایتی اما جناب اسرائیل نه خبری میده نه پیام میده و عرض کردیم جلساتی گذاشته ترس ما از اینه که از اعمال خودمون میترسیم میدونیم آقا ما همه بینندگان آخرش فطرتا انسان خدا پرسته فطرتا ما مؤمنیم فطرتا و ذاتا انسان خدا دوسته خدا جوست خدا پرسته آخرش هر راهی بره آخرش شما نگاه بکن ترین افرادی که در دنیا همین دواعش که خدا عذابشون رو زیاد کنه برای رضای خدا سر از ددن شیعیان و محبین همین هم میکرد اما چه خدایی که برای خودشون تعریف کرد از بحث دور نشون جناب خیلی دوستش داریم عزیز دل ماست و انشالله اون موقع که تشکیف میدارن سلامت, باشند و سایشون مستدام باشه و, و انشاءالله که مراعات بکنن به برکت حضرت زهرا سلام, سلام الله عمید. ما خوشحالیم که مدال نوکری به همون انایت بکنن و انشالله کردن که بتونیم خدمت بکنیم و صد درصد اثر ورزیش در اون لحظات خواهد مطالبی که جلساتی گذشته ارز کردیم حاله محور میخوام امروز از یک باب دیگه نگاه میخوام یه سوال بکنم ما اگر خدای نکرده بیمار شدیم سریع تحقیق آقا زنگ به این طرف به اون طرف اگر اهل درمانشو میایی باشیم که سراغ طب کلاسیک و طب جدید میریم و سراغ پزشک و بهترین پزشک رو میگیریم و اگر برای ما مثلا ما در این زمانه که این بیماری کذایی حالا هست که هر نوعی هم پیدا میشه و جدیدی میشه و این ادامه خواهد داشت بر سر چند روز فرانسویش میاد چند روز مثلا آفریقا جنوبی و هر سفکی که هست هر روز جهش پیدا میکنه آخرش میگیم سراغ یه متخصص به من میگه هم. آقا سعی کن سردیجات نخوری حتی اونا هم میگن حتی طب پزشکی امروزی هم میگه آقا سعی کن مثلا بنایت گرم نگه داری هر هم اخی در رو باز بکنی این فضای اتاق تلتیف بشه هواش لطیفتر بشه چون الان گازها روشنه خب سریع میگیم چش سم انوتان میگیم سراغ طبیبی که حاضق باشه به من میگه آقا جان دم کرده آویشن بخور نمیدونم دمنوش گل سرخ بخور و الا ماشاءالله هر چی برام نویسن سریعا هم بهش نمیدین که آقا جان هزینه ای که برای من گفتی مثلا انتومن چرا اینقدر گرونه چرا اینقدر مثلا سریع چون من به فکر اینم که این بیماری از بدن من دفع بشه و دیدم شخصی دچار بیماری سختی شد صعب العلاج شد به هر دری میزنه به هر سبک و روش و سیاقی از همه اعتبار و افراد شناس کمک میگیره تا این بیماری دفع بشه چون چون سلامتی جسم براش خیلی اهمیت داره دیدیم که آقا رسانم برای ما نشون شخصی که نابیناس درست خدا یک لطف دیگه به این شخص خواهد کرد درست حواس چند گانه دیگه او پیشرفت میکنه قوی تر عمل میکنه شنوایش خیلی بهتر خواهد بود اما آخرش این شخص نابیناست اما دوست نداریم شخصی به این بیماری دوچار بشه به این, کم... به این آرزو دوچار بشه یا خدای نکرده شخصی سرطانی گرفته باشه و الا ماشا الله و دوست داریم سالم بمونیم دوست داریم تنمون سالم باشه پس رعایت میکنیم مناعت میکنیم مطالعه میکنیم دیگه همون همونطوریم آقا همون. الحمدلله الان که این فضای مجازی و اینترنت هست سریم میریم خواص گیاهان مختلف تب شناسی اگر تو اینترنت سرچ بکنید شما تو همین فضای مجازی اینستاگرام مثلا شما نگاه بکنید اگر یه آقای مثلا آقای ایکس و آقای زد اومده باشه درباره خواص فلان حرف زده باشه ویو رو نگاه بکن الا ماشاءالله هست اما اگر یکی اینو مقدمه چیدن برای اینکه آقا امیر المومنین علی ابن طالب فرمود العلم علمان این علم دوتا علمه علم الابدان و علم الادیان در مورد علم روایت مختلف هست که بعضی ما خود امیر المومنین سه تا را بیان فرمودن چهار قسمت بیان فرمودن اما ملاک صحبت من این روایته که حضرت فرمود علم دوتا علم داریم یکی علم بدن و جسمه و اون مشتقاتی که خط میشه به این جسم مثلا علم زمین شناسی گیاه شناسی نمیدونم جانور شناسی فضا شناسی آخرش خط میشه ما تمام اهداف بشریت اینه که نفعی برای انسان داشته باشد پس ام. میشه شامل این علم, علم میشه خب علم عبدان به هر نحوی داره تلاش میکنه آقا واکسن کرونا بیاد نمیدونم واکسن ایدز رو پیدا بکنن اون زمانی که فلج اطفال بود و بیماری های خاصی که تلاش کردن و درمانش کردن برای اینکه این بدن روی پا بماند ما اینو داریم میگیم که آقا این بدن حتی تا آخرین لحظه عمرش هیچ بیماری برش آرز نشه ولی یک روز جناب, اسرائیل ازرائیل تشریف میدارن میگن همه اون بافتالش نمیشه شما سی سال شما میدونید که الان علم و ها فرموندن که بعد از سی سال میشه یک شخصی رو جای شخص دیگری دفع کرد سی تا سی و پنج سال چون دیگه هیچی ازش نیست تمامش تبدیل به خاک شده از خاکی ما بر خاک وارد میشیم و خاک خواهیم شد هیچی ازش نیست سوال من اینه از بینندگان همیشه به این تلنگو رو به خودم میزنم آقا ما برای بیماری هایی که میشناسیم و هی تیریبون تلویزیون روشن می میکنیم رسانه به هر نحوی میشنویم می در مورد بیماری های جسم داره حرف میزن اما جایی نشنیدیم که بیاد در مورد بیماری های روح حرف بزنه چون روح باقی میماند روح باقی میماند این همون شناختیه که نداریم بله. این همون علم ناقصیه که بعضی تا اولش رو اومدن همین باعث اون ترسه میشه همین باعث اون مطلب میشه که زندگی قشنگ نیست زیبا زندگی میکنیم خیلی ها تجملات و نمیدونم دکور و وسائلی که داریم اما زیبای معنوی زندگی نمیکنیم مشکل همینجاست این خواستم به عنوان مرحله اول صحبتو خدمتون عرض بکنم که اگر فرصتی هست اجازه بدید یک فاصله بگیریم تنفسی روایتتون ببینیم بگید با ما همراه باشید کماکان در خدمت شما هستیم خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم کماکان با برنامه بربال ملائک و بخش دوم برنامه هامون رو تاریم تقدیم شما میکنیم و الله که به یک سبک و سیاق متفاوت رو نسبت به روزهای قبل در زندگیمون پیاده بکنیم با توجه به اینکه آگاهی و علممون افزوده خواهد شد خیلی ممنونم که بیننده غرص برنامه بربال ملائک هستیم از در خدمت شما من در خدمت شما هستم مطلبی که میخوام ان در این پارت به صورت اختصار عرض بکنم ما جلسات گذشته شروع کردیم از سوره تین بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون رسیدیم به این آیه که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم خداوند متعال این انسان را بر عالم ملکوت به زیباترین نحو خلق فرمود البته بحث بسیار گسترده است که ان به فراخور زمان حول محورش صحبت خواهیم کرد عرض شد که ثم مردت اسفل سافلین ملاک ملاک ورود این انسان به دنیاست نکته ای که اینجا باید دقت بکنیم از آیات و روایت و متعدد برمیاد که یکی از مراحل زندگی همه انسان اون موقعی که جناب اسرافی در رحم مادر میدمد چه اون وقتی که جنین به چهار ماهگی حدودن برسه دمیده می شود یعنی روح در قالب جسم این کودک قرار می گیره برای همین که اگر سخت جنینی صورت بگیره میگن دیگه،, دیگه باید پرداخت بشه و مباعث فقهی خودش که حالا جای بحث صحبت ما نیست از اونجا در روایات و آیات متعدد داریم که خداوند متعال می که ای انسان من راه هدایت را برای تو قرار دادم این رو صحبت کردیم که یکی پیامبرانن و یکی هم قرآن مجید پیامبران ائمه عطا و کم قرآن کریم و کتب خداوند متعال که هدایتگر این انسانن برای رسیدن به کمال ما انا لله و انا الیه راجعون از خدا اومدیم عالم ملکوت اومدیم تو بدترین حالت اسفل سافلی حالا ما دوباره برگردیم به بالا. اون بالا وقتی که انسان کودک پشت قدم میگذارد در این دنیا ما یک ظاهری داریم و یک باطن کودک تمام زیبایی زندگی را در ظاهر رحم مادر میبیند اما از باطن دنیا هیچ خبری نداره هیچ خبری نداره نمیدونه چه زیبایی های در این جا قرار ده. زیبایی های اعتباری این را دقت بکن وقتی قدم به این دنیا میگذاره دیدین همه بچه ها که دنیا یارم شروع میکنن اشک ریختن و ناله کردن و وقتی یواش 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 بزرگ میشه ظاهر زیبای این دنیا فریبش میده پس دقت بکنیم دنیا برای کودک که در رحم است میشود باطن ظاهر برای کودک رحم مادر است باطن دنیاست وقتی قدم توی دنیا میگذاریم میشود برای ما ظاهر باطنش کجاست عالم برزخ. وقتی به عالم برزخ که انشاالله خواهیم رسید قدم بگذاریم وارد ظاهر برزخ شدیم باطن برزخ کجاست قیامت. قیامت همون گونه که ما در رحم مادر هیچ اطلاعی از دنیا نداشتیم میترسی دیگه بچه ده. وقتی گذاشت با اشک و ناله و گریه و ندبه وارد این نال دنیا شد اما وقتی زیبایی ها را دید وقتی لمس کرد وقتی حس کرد وقتی بزرگتر شد وقتی آموزش دید وقتی کسب کرد اکتساب کرد بعضی از علوم را و زیبایی های این دنیا را درک کرد شیفته ظاهر این دنیا شد و فراموش کرد که باطن این دنیا عالم برزخه حضرت از، ازرائیل علیه آلاف و تحییت و ثنا ما را از یک مرحله دنی به یک مرحله بالاتر میبرد مرگ انشاالله انشاءالله حول محورش صحبت خواهیم کرد مرگ یک مرحله است از قدم گذاشتن ظاهر به باطن یعنی ما از ظاهر دنیایی که این همه زحمت میکشیم این همه کار میکنیم این همه تلاش میکنیم شبانه روز برای امرار معاش بازم عرض میکنم هم شما فرمودید در قسمت های قبل و یا تحلیل بیت اسمت و تهارت را هم بند درس کردم که اهل بیت فرمودن برای دنیای خودتون این گونه تلاش بکنید که صد سال دیگه زنده ای. برای در برای آخرت و برزخ و قیامت خودت طوری کار بکن که هنوز الان که جناب اسرائیل تشریف بیارن برای قبض روح همت بیشتری رو نیاز تلاش باید کرد اما نکته اینه وقتی من بدانم اینو برای خودم دارم تذکر میدم وقتی من بدانم این رو باید خیلی زیباست از امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب من اینو خدمت شما عرض بکنم جابر ابن عبدالله انصاری روزی خدمت حضرت رسید در یک آه عمیقی کشید این همه آه آهایی که هر روز همه اون داریم و هر نحوی یادی بده کاری و مشکلات و زندگی و یه آه عمیق کشید که نه همین آه که الان من کشیدم حضرت نگاهی بش کردن فرمودن گویا برای دنیا این گونه آه میکشی و نفس عمیق میکشی عرض کرد آری به یاد روزگار و دنیا افتادم و از ته قلبم آه کشیدم حضرت فرمود ای جابر تمام لذت ها و عیش ها و خوشی های دنیا در هفت چیز جمع شده یکی خوردنی هاست یکی آشامیدنی هاست یکی شنیدنی هاست یکی بویدنی هاست یکیش آمیزش یکی سواری و یکی لباس حضرت خیلی باز کردن این زیبایی این کلام را که دقت بکنیم خیلی زیباترین هایی که متصور میکنیم زیباست واقعا هیچ لذتی نداره هیچ قشنگی نداره فرمود اما لذیذترین خوردنی ها اصل است خبر داری که اصل از دهان ای به نام زنبور درست میشه وقتی آدم میشنوه یه حالت چندشی پیدا میشه وقتی فیلم آب, آب دهانه آب دهان یک حشره با اون لذت و شیرینی که داره گواراترین نوشیدنی ها آب است همه جا هست همه جا هست فراوانه بهترین شنیدنی ها غنا و ترنم است تذکر حضرت و این هم گناه است به وقت این حضرت فرموده حالا آره من فارسی رو دارم خدمتی بینان دار از کنم لذیسترین لز، بویدنی ها بوی مشک است بوی مشک گرون هم هست حالا هزینه سنگینی داریم حضرت خیلی قشنگ و که آن هم خونه خوش, خورد و خورد شده ناف آهوست که خیلی پسندی جایگاهش جایگاه قشنگی نیست اما خیلی خوشبوست بازم یه حالت چندشی ایجاد شد حالا بحث آمدهشش که حلال بهترین مرکب سواری است که این شاید حال محور یکی از وسایل نقلیه ما هم باشه که حضرت تاکید میکنه بهترین مرکب سواری است که آن هم کشنده است چقدر قشنگ حالا یا ماشین یا اون زمان که هست اونو به بوده. خیلی ها بله از افراد به همین سد مثل یزید معلوم که به همین سگ به درک واسه شد عمدلله. و بهترین لباس ابریشم است که بازم از کرم ابریشم درست میشه دنیایی که لذیذترین متاعش این طور باشد انسان خردمند برای آن آه عمیق نمیکشه نمی چقدر قشنگ آرامش میده به انسان وقتی من بدونم که این دنیای اعتباری که من آمده ام قدم گذاشتم و دارم تلاش میکنم که خودشون هم در روایات فرمودن که انسان اینقدر برای این دنیا آه نکش الان شما آه کش من آه هم در مورد روایاتی که آوردم میگم فرصت من نیست من میخوام بگم یک برداشت دیگه هم میشد از کلام امام معصوم که صلوات الله تمام چیزهایی که منبع ورودیش یا ابتدایش خیلی پست و دنی است وقتی قرار است در خدمت یک کسی مثل حالا ما انسان به ما و انسانی که خدا خلق کرده به عنوان اشرف مخلوقاتش تغییر میکنه و جز بهترین ها میشه ما انسان ها به طبع باید الگو بگیریم قرار شد خداشناسی و توحید رو از اجتماع و طبیعت بگیریم یکی از راهایی بله که حالا برای بله بله توحید شناسی هست خب این کرمی که ما خیلی راحت با پای خودمون لهش میکنیم اگر خودش هم حالا به تعبیری خودش بخواد که بهترین جا قرار بگیره بر شانه و بدن اشرف مخلوقات قرار بگیره باید اون سختی ها رو به خودش بخره بله. پیله ای رو در خودش بتنه بله. و بعد بشه ابریشم حالا بشود جایگاه ویژه باله. یا اون اصل همینطور زنبور بالاخره تلاش میکنه و بعد حالا بنا به خیلی از روایت ها صلواتی رو بر زبانش جاری میکنه باله باله. اون زهرش به شیرینی تبدیل میشه ما انسان ها هم باید درس رو بگیریم که اگر میخوایی در یک جایگاه ویژه‌ای قرار بگیری باید از جای اولت بکنی از, از اون تعفن بودنه احسن. از اون نطفه بعد جدا کنی خودت رو و سختی ها رو هم بپذیری بیا تو بالا البته نکته که شما فرمودید خیلی به جا و دقیق ولی اونا قریزیه اونا جبرن درسی که ما میگیریم رو عرض کرد. ولی من اختیار دارم ام. کلامی که فرمودید ببینیم اینها همه خلق شدن برای اینکه به من سودی برسانن تو چه کار باید بکنم من چه کار باید بکنم من چه درسی میگیرم از این رفتار من اینکه با اینکه این حکایات رو بسیار شنیدیم یکی از اساتید ما نقل میکرد حکایت بسیار شنیدنیه همین معاصر هم اتفاق افتاده شاید فراخور مطلبی هست که باز کنیم برای اعتباری بودن این دنیا ببینید خوردن پوشیدن استفاده کردن حرام نیست ام. حلاله بله. حلاله من به چه سبک و سیاقی دارم ازش استفاده میکنم من اینو نمیدونم نوشتم یا نوشتم حالا انشالله اگر پیداش بکنم خدا این اعتباریاتی که خداوند متعال برای انسان قرار داده حرام نیست حلاله همون بحثی که در مورد انگور اگر یادتون باشه که از قسمت ها صحبت شد که انگور حلال اما ما این که تبدیلش, تبدیلش میکنیم. میکنیم به حرام و استفاده میکنیم خدا قطعا طیبات رو برای پول را انسان را در اختیار شده. انسان قرار داده که بخورد و بیاش آمد و استفاده بکنند و در راه خیر خرجش, خرجش سلامتی بدن فلان علم حالا هر چیزی که کسب کرد در احباراتی که از اساتید ما بود خدا همه اساتید رحمت کنه ایشون یک رفیق صمیمی داشتن و بس از خوب بسیار عالی اما ذره اعتقادات درست و حسابی به قول خودمون نداشت دوست داشت اهل علم و دوست داشت بازاریا که خیلی هاشون بی احترام نمیخوام بکنم اما از یک زمانی اهل کسب و کار پای درس مینشستن مکاسب مطالعه می کردن. بدونن کسب و کار حلال به چه صورت <متحن> نه کلا شهری درست کردن که هست به هر نحوی فرار از فرار می آقا ایشون خیلی مال و سلوات سنگینی داشت و یک روزی به این, اص... به این استاد خبر دادن که این بنده خدا حالش خیلی بده و در حال احتزاره و دوست رو شما رو ببینه میشه تشریف بیاری؟ میگه ما رفتیم بالای سرش نشستیم و چشمش رو باز کرد و جوی احوال شدیم و گفتیم شاید خدا و صافیت و پوشونا گفت من میدونم که آخرین لحظه های عمرم و از شما خواستم تشریف بیارید که من یک ترسی تو وجودم افتاده چون آخرش اونایی هم که معتقد نیستن اون لحظه ای آخر میگن که نکنه باشه هم. نکنه اینا که گفتن پس چرا مثلا یهودی یا و زرتشتی و, زرت و اینا اونا معتقدن به عالم برزخ و قیامت نکنه باش آقا من از شما خواستم که تشریف بیارید من میخوام یک وکالتی به شما بدم که بعد از دنیا رفتن من شما خمس من حساب کنی نماز که نخوندم حالا وظیفه ای که بر عهده بوده انجام ندادم شما شما بکشید حالا من نجات پیدا بکنم میگم ما هم قبول کردیم و قرار شد یه وکیل بیاد و ما نکردنامه تنظیم بکنیم و اجازه به داده بشه و بچه هم بودن و پسر بزرگش بود و رفتیم که مثلا فردا بیام دیدیم خبر رسید که اشون از, از دنیا رفت خب مراسم ها شرکت کردیم و خدا رحمتش بکنه و هفته اول و چهلون گذشت و یه روزم پسرش صدا زدم که عزیز دلم خدا بهت صبر بده بقای عمر شما باشه و یادت بابا همچین صحبتی کرد بله جا یادت بابا مثلا بله آجا یادم بیرم. پس بیا بشینیم صحبت بکنیم گفت بله چشم اما یک سوالی دارم گفتم بفرمون گفت سوالم اینه که اگر ما حساب و کتاب نکنیم چه اتفاق میفته گفتم خب طبق روایات و آیاتی که برای ما نقش شده و بیام شده و بهش اعتقاد داریم تو عالم برزخ لحظه های شاد و زیبای نخواهد داشت سخت برش میگذارم خب مثلا چه سختی خب مثلا من یک روایتی تو ذهنم مثلا گفتم براش که آتش تمام قبرش رو فرا می‌گیره گفت آقا بابای ما یازده تا بچه داشت خدا رحمتش کنه عقل سلیم میگه که یه آدم آتش آتش بگیره بعضی این که یازده تا آتش بگیره آتشش نکته اخلاقی اینه دوستان من خودم خطاب قرار میدم کسی به درد ما نمیخوره خودمون و خودمون و میدونیم خیلی ها گله میگن که آقا بچه های ما و چهار ساله نیستن چگونه تربیت کردی هر چه به کاری یک روزی برداشت خواهی, خواهی کرد خواهی منم که باقی میگذارم با استفاده از این اعتباریات دنیا انشالله حال مفرش حرف خواهیم زد که اگر از این دنیا برویم چه این باز برامون گذاشتن که در عالم برزخ از همین دنیا به ما سود برسه بسیار ممنون و چکرم. خدا خیرتون بده انشاءالله که این تلنگرها اول در وجود ما تأثیر میکنه و بعد شما بینندگان هم از جهت همراهی با ما تأثیر میپذیرید و لذت برید از این موضوعات ممنونم لطف دارید و برنامه رو سخاوتمندانه تو لحظه با ما همراهی میکنید بهترین ها رو از خداونده منان برای شما خواستارم ما را از دعای خیرتون فراموش نفرمایید در رأس حاجت هاتون فرج برای امام زمان طلب داشته باشید و ان شاء الله شیعیان با اومدن آهانشون از این اوضاع سخت و نابسامان نجات پیدا بکنن در پناه حضرت حق باشید لبتون خندون دلتون شاد خدا نگهدار یا علی